سومین پنل کنفرانس بین المللی در آستانه گرد همایی بزرگ مقاومت به وضعیت ایران و نقش اپوزیسیون اختصاص داشت و تحت مدیریت سفیر لینکلن بلومفیلد برگزار شد. در شروع این جلسه رامش سپهراد با اشاره به پیشتازی مقاومت ایران از جمله در امر رهبری زنان و برابری اضافه کرد که حامیان این مقاومت در داخل کشور به رغم تمامی ریسک ها در خیابان ها حضور دارند و فعالند. لیندا چاوز سخنران بعدی این پنل بر حمایت گسترده مردمی از مقاومت ایران در داخل کشور تاکید کرد و گفت ما باید تلاش کنیم تا شورای ملی مقاومت به عنوان یک جنبش مقاومت مشروع به رسمیت شناخته شود. سفیر کنت بلکبل در شروع سخنانش بر شکست سیاست مماشات و تعامل سازنده با رژیم آخوندی تاکید کرد و سپس با اشاره به افشاگری های مقاومت ایران گفت که این مقاومت در مقاطع بسیار تعیین کننده اطلاعات استراتژیکی ارائه کرده است. و همچنین با تاکید بر لزوم سرنگونی رژیم فاسد و تروریستی آخوندی گفت ما باید به آن دسته از نیروهای آزادی خواه و دموکراسی طلب توجه کنیم که رژیمی را تضعیف خواهند کرد که صادر کننده اصلی تروریسم بین المللی و یک رژیم سرکوبگر در داخل است. در ادامه این برنامه محمد سلامی رئیس مرکز مطالعات ایران در عربستان به سخنرانی پرداخت و گفت رژیم ایران از شروع حکومتش سیاست و استراتژی خود را بر صدور مشکلات از داخل به خارج بنا کرده است. هدف آن نیز گریختن از مسائل داخلی و نیازمندی‌های مردم ایران بوده است. اگر هم مشکلی وجود نداشته باشد، آنها تلاش می‌کنند با مشکل آفرینی از خواسته‌های مردم ایران و مسائل داخلی تفره بروند. وی همچنین تصریح کرد که به رغم ادعاهای میانه‌روی در ارتباط با آخوند روحانی، تعداد اعدام‌ها در دوران او نسبت به دوران احمدی نژاد تقریباً دو برابر شده است. محمد طولامی همچنین به فقر فزاینده در ایران تحت حاکمیت آخوندها از جمله در میان معلمان، کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و افزود همه پولهایی که رژیم ایران بعد از توافق اتمی دریافت کرده به خارج فرستاده شد و خرج مردم ایران نشد. باید درک کنیم که قبل از سال 1979 افرادگرایی و تروریسم تحت نام دین و هیچ فرق گرایی در منطقه وجود نداشت. شیعیان و سنی ها در کنار هم زندگی می کردند. در بحرین، عراق، کویت و شرق عربستان هیچ کس سوال نمی کرد که شما شیعه هستید یا سنی. همه اینها بعد از سال 1979 شروع شد. سخنران بعدی این کنفرانس سناتور رابرت توریسلی بود. وی گفت بسیاری از شما از فجایع فوق‌العاده‌ای همچون کشتار اعضای خانوادگتان رنج برده اید. بیشتر شما شاهد به بند کشیده شدن کشورتان بوده اید. بسیاری از شما شاهد آن بوده اید که چطور چند نسل امیدهای اقتصادی، سیاسی و شخصی خودشان را از دست داده اند و برخی از شما متحدان طبیعی از سراسر جهان دارید. وی سپس ضمن رد گزینه نظامی یا مداخله خارجی علیه رژیم آخوندی گفت محتمل ترین مسیر در پیش رو این است که در یک نقطه وضعیت در داخل به نقطه انفجار خواهد رسید، چون با وضعیت سیاسی، انسانی و اقتصادی غیر قابل دوامی مواجهیم. For my country, for causes I believe in, for the aspirations of the Iranian people. What opposition rejects the notion of the supremacy of the Ayatollahs? Who would genuinely restore a republic? Who generally would have Iran again join the family of nations with the respect of international norms of human rights? The MEK remains the only viable organization set on complete political change with the will and the resources that's willing to make the sacrifice. What's the sacrifice? Take a Saturday noon off to protest? Write a letter to the editor? No, sacrifice is life and death, fighting a despotic regime. And doing it every day,
every year for the rest of your life until it changes. That's the MEK. Got any other candidates? Because I don't know any. In any case, that's why we're here. Because we have refused to give up on the notion that Iran can take its rightful place in the world and that the Iranian people and their children can again claim the future. And these discussions every year, while they may be long and sometimes painful, are how movements decide on strategies, grow, and flourish. I know to each of you who watch this every day, this year may seem like last year and the year before and 10 years before. That's because you don't have perspective. Watch it from a distance. It is growing. It's growing. When I became involved in the MEK, it was on the terrorist list of the United States, Canada, and Western Europe. When I joined helping the MEK, there were refugees encircled being murdered at a camp in Ashraf. One by one, the obstacles have come down. Acceptance has grown from being banned to being heralded in Western capitals, from being on a terrorist list to being at the core of decision-making in the United States. It may seem glacial, but power is growing, forces are marshaling. This is going to happen. In any case, it's the only strategy with the only alliance that holds real hope. That's why we're here. Thank you. So let me try. در بخش دوم برنامه این پنل، رامش سپهراد به گسترش جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67 پرداخت و توضیح داد که این کارزار چطور به تعمیق شقه درونی در رأس نظام آخوندی منجر شده است. وی در این رابطه از جمله به اذعان آخوند روحانی به 38 سال اعدام و زندان در جریان تبلیغات نمایش انتخابات اشاره کرد. رامش سپهراد گفت جنگ باندهای درونی رژیم سرانجام منجر به تضعیف تمامیت حکومت آخوندی می شود. پس از آن لیندا چاوز ضمن انتقاد از بیعملی دولت اوباما در جریان قیام سال 1388 مردم ایران گفت More and more demonstrations against the regime in Iran. You know, we saw the pictures of Madame Rajavi hung from the overpasses. During the election, the pamphlets, posters put on the walls, basically, you know, saying no to the elections, no to Raisi, no to Rouhani. سفیر بلکفل رژیم آخوندی را رژیمی غیر مشروع هم در زمینه داخلی و هم بین المللی توصیف کرد و گفت آنها صادر کننده اصلی نه تنها تروریسم بلکه همچنین تعصب گرایی هستند. ما وظیفه داریم تا به عنوان سازمانهای غیر دولتی و مدافعان مستقل حقوق بشر گوچه های تاریک عدم مشروعیت این رژیم را روشن سازیم. رژیم ایران به خاطر صدور تروریسم یک خطر مستقیم برای ثبات بین المللی و پیشرفت صلح و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی است. کن بلکفل همچنین با یادآوری دستاورد کارزارهای مقاومت ایران بر لزوم استمرار تلاشهای مشترک با هدف تغییر رژیم آخوندی تاکید کرد. محمد سولامی در سخنان خود در این بخش از برنامه به سوء استفاده رژیم ولایت فقیه از آیین اسلام و شیعیان برای پیشبرد مقاصد قدرت طلبانه خودش پرداخت. وی همچنین گفت People think there is conservatives and reformists in Iran. We are talking about Iranian regime and you mentioned that. When we are talking about the current system, no difference. Between Khatami or Rouhani from one side and Ahmadinejad, Khamenei, or whoever comes later on. No difference. They are from one small circle, doesn't represent Iranian people. For example, when the people went to the street in 2009, they said, where is my vote?
They were not asking for really vote. They were against the Iranian regime. The whole Wilayat Faqih. But that was an excuse to go into the street and to demonstrate. So many. پس از آن سناتور رابرت توریسلی تغییر در ایران را غیر قابل اجتناب دانست و تصریح کرد که کار ما این نیست که زمان این تغییر را مشخص کنیم، بلکه این مربوط به تاریخ است. وی تأکید کرد. Our job is to ensure on the day it reaches that level there is a structure ready to rise. That's Mrs. Rajavi's responsibility. It's the MEK's responsibility. It's all of our responsibilities as supporters. در ادامه پنل سوم کنفرانس در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، شماری از شخصیت‌ها و سایر شرکت کنندگان حاضر در جلسه سوالات و نکات خود را درباره موضوعات مورد بحث مطرح کردند. پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک، طی سخنانی تاکید کرد که تنها پاسخ برای پس زدن ایدئولوژی بنیادگرایانه آخوندها یک ایدئولوژی پیشرو است. امروز خانم رجبی برای من یک سمبل است، یک زن مسلمان که برداشت تماماً متفاوتی از اسلام دارد، برداشتی که پادزهر بنیادگرایی است. ضروری است که ما یک الگو داشته باشیم. باید همه مسلمانان خوب را علیه این ایدئولوژی وحشتناک، پست و مخرب متحد کرد. ماریا النا الوردین، رئیس فدراسیون بین المللی زنان در امور حقوقی از آرژانتین، طی سخنان کوتاهی با اشاره به تلاش‌های حکومت آخوندی برای زد و بند با دولت قبلی آرژانتین به منظور لاپوشانی نقش سردمداران رژیم در عملیات تروریستی بوینس آیرس در سال 1994 گفت: به عنوان یک حقوقدان می‌خواهم فساد سیستم رژیم ایران در پرونده مربوط به آرژانتین را محکوم کنم. جمال العباسی، رئیس مرکز ملی حقوق بشر یمن، نیز طی سخنانی تأکید کرد در قانون اساسی رژیم ایران یک بند بسیار روشن درباره صدور انقلاب وجود دارد. در یمن حوثی‌ها ابزار رژیم ایران در منطقه ما و در کشور من هستند. آنها شروع به تغییر سیستم آموزشی کرده‌اند که منجر به ایجاد تروریست‌های جدید خواهد شد. رژیم ایران تنها رژیم تروریستی در جهان است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. اکنون زمان اقدام است و نه حرف. باید اقدامات بیشتری علیه این رژیم در پیش گرفته شود، چون رژیم ایران تروریست‌های بیشتری را در سراسر جهان به وجود خواهد آورد. اگر این رژیم به صدور بنیادگرایی و تروریسم خود به جهان ادامه بدهد، همه جهان از آن زیان خواهد دید. محمد السلامی و رابرت توریسلی، ممنون از شما و تا دیدار دیگر.